بیشتر از درخواست کنندگان به دنبال پاسپورت و دریافت ویزه خروج از افغانستانند. حتی کسانی هم هستند که هیچ پول دریافت ویزه ندارند. امتیاز 19 ساله تربوز فروشی میکند. میگوید که تا چند روز آینده او با 4 دوستش از افغانستان از راه قاچاق به ایران و سپس به ترکیه خواهند رفت. ایداد بیکاری وجدان. کاروبار نشته، زمون اندا کاروبار زمون خپلم روانه. زخپلم نه څلور ورځې بعد درې ورځې بعد د خیره زمو کنه نور مرګړیم را سره دي موږ خپلم سو د بیکاری د وجه زګل سو خپل وطن بریدي. بیشتر درخواست کنندگان پاسپورت جوانان هستند که به فردای بهتر ظاهرا ناامید شدند. حمایت بین المللی، جامعه بین المللی به افغانستان همین خودش کافی است. یا نظامیش یا ملکیش هر کدامشان باشه ما مشکل نیست. هدف ما این است که حمایتش داشته باشیم. البته در سطح افغانستان تمام مردم افغانستان هست. چی زن چی مرد. ولی از حال که رفتن یاز مردم تشویش دارن. اما آیا ترک افغانستان رای حل است؟ زیرا بسیاری ها باور دارند که افغانستان به نسل پر انرژی کنونی سخت نیاز دارد. به خاطر آمدن طالبا بسیار نگران هستیم ما خود ما. به همین خاطر ما میخواهیم که پیش از اینکه اوضاع وخیمتر شوه از اینجا بتانیم خود بیرون بکنیم. افغانستان امروز با افغانستان پیش از سال 2001 به گونه کامل متفاوت است. امروز اینترنت است و بسیاری از جوانان به شمول دختران از تلفن های هوشمند کار می گیرند و نقش برجسته در تحولات 20 سال گذشته داشتند. تمام ولسوالی ها سقوط کردند. یک ولسوالی هم نماندند. حتی تا جایی رسیدند، تا قماندانی، تا ولایت ها رسیدند. آمده مغز پاسپورت بکنیم و به یک طرف از افغانستان برویم. دیگه هیچ جای امن نیست. برخی ها بر این باورند که طالبان تغییر نکردند و از همین رو جوانان از زندگی در سایه حاکمیت این گروه در حراسند. این مشکلات سر چوک ده برداشت کول شي چې په افغانستان کې به پاتې شي. زندگی کول ډیر ناممکن ده. او خپل غواړم بلډینګ ته اراده ده. اما بیرون شدن از افغانستان در پیش گرفتن راه خطرناک سفرهای غیرقانونی بازی با مرگ است. چنانچه از جان باختن شمار زیاد از مهاجران در مسیر را بارها گزارش شده است.